مستر امباسادور، از آقای سفیر، یافته های شما باعث یک دیپلمات که همیش بر مسائل ارزشی در افغانستان ناظر بوده از مشکلات چیست؟ بزرگترین چالش فراراه بانوان در کشور چی می باشد؟ سه مورد کلیدی را من یادآوری می کنم. نخست، آنها باید همانند مردان از حقوق مساوی و سهم مساوی در کشور برخوردار باشند. در قدم دوم، محو خشونت علیه زنان است. و سوم، این که آنان توانایی تصمیم گیری در مورد زندگی خود را داشته باشند که چگونه در کدام شرایط می خواهند زندگی کنند و در تمام این سه بخش ها اهداف برای بهبود و پیشرفت وجود دارد. هنگامی که حرف روی مسائل حقوقی می آید، من فکر می کنم که قانون اساسی و دیگر قوانین افغانستان کاملا مدرن و پیشرفته است که باید باشد، اما اینها تنها در متن است و برابری زن و مرد که در قانون پیش بینی شده است در عمل پیاده شود. زمانی که بحث روی خشونت علیه زنان می آید، بدبختانه این خشونت ها در افغانستان یک پدیده بومی است و همچنان ادامه دارد. این موضوع نگران کننده برای شخص من، نهادهای آمریکایی و جامعه اروپایی می باشد. ما در این مورد نگرانی داریم. بالاخره موضوع قادر بودن زنان افغانستان برای گزینش طرز زندگی، ادامه تحصیل و تشکیل خانوادهشان است که باید در این مورد نیز کارهای زیاد طبق خواست زنان جامعه افغانستان انجام شود و حقوقی که آنان خواستارشان هستند و از قوانین سنتی و خانوادگی که بر ضد خواستهایشان بالایشان تحمیل شده است آزاد شده و از حقوق مدنی، خصوصی و فامیلی برخوردار شوند. As opposed to either the family's right or traditional rights to impose on women against their own free will. آقای سفیر، آیا فکر میکنید که صدها میلیون دلاری که در بخش های حقوق بانوان در افغانستان به مصرف رسانده شده به همان اندازه که مؤثر باید میبود مؤثر بوده؟ من نمیتوانم پول مصرف شده را در برابر پیشرفت ها در حقوق زنان و وضعیت زنان محاسبه کنم، اما در بخش های خاص پیشرفت های فوق العاده صورت گرفته است و آموزش و پرورش یکی از این بخش هاست. بخشی که ما پیشرفت های چشمگیر را در آن شاهد بودیم این است که صدها و هزارها و حتی میلیون ها دختر برای آموزش به مکاتب رفتند و اکنون در حال ارتقا کردن به دوره لیسه و دانشگاه هستند. پیشرفت این بخش زیاد و پرهزینه بوده و ارزش مصرفی که در این راه شده است را داشته است. بخش های هم هستند که ما پیشرفت را که می خواستیم انجام نشده است. به طور مثال در بخش تجارت فاصله زیاد برای زنان تجارت پیشه در گرفتن فرصت ها از نگاه این که حرفه‌ای شوند و هم از نگاه سهم داشتن در ساخت کشورشان با داخل شدن در بازارهای تجارتی وجود دارد و همچنان موانع زیاد در بازرگانی زنان وجود دارد تا این که آنان بتوانند تجارت خود را گسترش دهند و در رقابت تا سهم بگیرند. اما در بخش صحت و آموزش و پرورش پیشرفت های فوق العاده صورت گرفته است. پس شما میپذیرید که در بخش های مشخص ناکامی های وجود داشته، همان گونه ای که از بخش توانمندی اقتصادی بانوان یاد کردید؟ قطعا ما گزارش های داریم که پول های ما در بخش های مختلف به جا مصرف شده است، در بخش های صحت و آموزش و پرورش و بخش های دیگر. اما باید شما هم باور کنید که هر روند پیشرفت و انکشاف نمیتواند روی پولی که بالای آن مصرف شده سنجش شود. سرمایه گذاری برای پیشرفت صورت گرفته و ما باید در این قسمت با خود صادق باشیم و بگوییم که بسیار سرمایه گذاری های ما بیهوده نیز مصرف شده و ما به منابعی که پول دادیم دستاورد چندان نداشتیم. باید ما همیشه تعادل را در نظر بگیریم و از دستاوردها نیز سخن بگوییم و خوشبختانه ما امروز نسبت به 2001 در وضعیت بهتر قرار داریم، اگرچه تا هنوز برای رسیدن به هدف فاصله وجود دارد که باید از بین برود.
is still very much on the upside, so we need to move. Some of the people think that the international شماره به این باورند که جامعه جهانی با حکومت افغانستان تاکید بیشتر بر وضعیت زنان در شهرهای بزرگ داشته و زنان روستاها و مناطق دوردست افغانستان در وضعیت ناگوار قرار دارند. جامعه جهانی یک جا با حکومت افغانستان چه باید بکند تا این تفاوت فاحش کم شود؟ I think unfortunately it is true that there is a big gap. بدبختانه این شکاف بزرگ در جامعه افغانستان میان جامعه باز و کل جامعه که پایه سنتی دارد وجود دارد. این یک عامل است که ما امروز بیشترین زنان محروم را که اکثریت زنان را تشکیل می‌دهند می‌بینیم و باید بیشتر بهبود وضعیت و پیشرفت آنان را مورد هدف قرار دهیم. یکی از ضعف‌های را که ما در گذشته ها داشتیم این بوده است که قسمت زیاد از کمک‌های جهانی به طور مساویانه در تمام سکتورها و بخش‌های افغانستان مصرف نمی‌شد. علت‌های مختلف برای این کار وجود داشت. همچنان ملاحظات نظامی بود و یک بخش از پولها به نهادهای مربوطه از سوی کانالهای نظامی نمی رسید. اما با توجه به جایی که ما اکنون در آن قرار داریم، باید تمرکز بیشتر به کارهایی کنیم که منجر به بهبود حقوق زنان و وضعیت زنان شود. پیشرفت‌های زیاد برای زنان در بخش‌های صحی و آموزشی صورت گرفته است که یک نکته بسیار مثبت است. اگر ما در بخش آموزش از نزدیک نگاه کنیم و می‌بینیم که بسیار از دختران شهری حالا به آموزش دسترسی دارند، اما اکثریت زنان به آموزش دسترسی ندارند و باید برای آنان این زمینه فراهم شود و این شکاف وجود دارد. Are to be found in the rural areas, so certainly there are still gaps here. Some of the people think, Mr. Ambassador, that international. آقای سفیر، شما را فکر می‌کنند که حمایت از حقوق بانوان در کشور برای غرب استراتژی نبوده، بل تاکتیک‌هایی است که توسط پروژه‌های انجوها به گونه موقتی عملی می‌شود. به باور شما کدام گام‌ها باید برداشته شود تا حمایت‌های مالی و سیاسی در درون افغانستان به گونه تنظیم شوند که باعث تغییرات بنیادی و بیشتر شود؟ And financial helps to bring more changes. I think it's true to say that درست است. اگر بگوییم که بسیاری از فعالیت‌هایی که در این کشور صورت گرفت پروژه‌ای بودند و باید در این مورد یک راهکار درست وجود می‌داشت. اما این موضوع وابسته به این است که بازیگران توسعه توسط راه‌های مختلف تلاش کردند تا ببینند که چگونه می‌توانند به مشکلات رسیدگی کنند. چیزی را که مردم تا حد فراموش کردند این است که وضعیت در سال 2001 چقدر بد بود و اینکه زنان در رژیم طالبان چقدر زیر فشار بودند و میزان کارهایی که لازمی بود در آن زمان آغاز شدند. در این دوره تحول شما شاهد بسیار از آزمایش ها بودید که بخش از آن موفق بود و بخش دیگر نه که می توانم بگویم ضایع شدند. اکنون حکومت یک دیدگاه بسیار قوی دارد و حامیان بین المللی هم با این دیدگاه حکومت خود را همگام می دانند. برای پیشرفتن راهکارهای خوب را باید روی دست گرفت و این چیزی است که باید انجام شود. این هم مسئولیت حکومت است که پیاده کردن دیدگاه‌های خود را به عمل آغاز کند و ما من حیث کمک کننده آماده به حمایت برنامه‌های حکومت هستیم. ما می‌خواهیم با حکومت به شیوه استراتژیک همکار باشیم و امیدوار هستیم که این کار را در سال‌های آینده انجام دهیم. In this field as in so many others.